سلام عزیزان خوب خوش آمدین به دومین قسمت بحث‌های هفتگی دانشگاه بیتوپیا امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و خوش و سلامت باشین در این هفته من چند تا موضوعی که در بیت کوین و تکنولوژی هایی که پشت بیت کوین هست را دوست دارم به شما توضیح بدم بیتوپیا یک سازمانی است که من شیش ماه پیش ترایش رو شروع کردم و خیلی خوشحالم که می توانم علمی که در هشت سال در این کار به دست آوردم به شماها توضیح بدم و پخش کنم اگر دوست دارین نظری بدین یا با هم دیگه کار بکنیم می توانین برین به وبسایت بیتوپیا.org نقطه org و پایین این صفحه شبکه های مختلفی که ما داریم در آنجا هست و می این شبکه ها را استفاده بکنیم و پیغامتان را به من بفرستیم متوجه هستم که بعضی از این شبکه ها در ایران دسترسی سخت است یا اصلا نمی شود با این کار کرد برای همین تلگرام را گذاشتیم و شبکه های دیگر هم برای شما خواهیم گذاشت در تلگرام که ایرانیا خیلی استفاده میکنن می, کنن، می یک گروپ برای آنهایی که فارسی حرف میزنند درست کنیم که بتوانیم بحث های مختلف را در آن انجام بدهیم خیلی خوب در قسمت امروز دوست دارم برای شما ها در یک موضوع درباره یک موضوع بحث را شروع کنم و توضیح بدم بیت کوین و سیستم هایی که تکنولوژی از پشت بیت کوین برداشته شده اینها مرکزی نیستند غیر متمرکز هستند اش توی انگلیسی میگن دیسنترالایزد مثل اینترنت نمی شود گفت من برای اینترنت کار میکنم برای اینکه اینترنت یک سیستم هست و در آن سیستم خیلی چیزهای مختلف هست مثلا فیسبوک یا سیستم های برای ایمیل بیت کوین هم شبیه به این هست برای همین نمی شود گفت و بهتره بگیم هیچ کشوری نمیتواند بیت کوین رو کنترل کنه و برای همین خیلی سیستم قوی هست و قدرت را به مردم پخش می کند ولی اینترنت هنوز قسمت هایی است که دارد که مرکزی هستند ولی بیت کوین و تکنولوژی که پشت بیت کوین هست با این خیلی فرق دارد و خاموش کردن این سیستم دست هیچ کشوری نیست برای اینم هست که سیستم خیلی قوی و شکستنش خیلی سخت است. یکی از موضوعهایی که دوست دارم دوارش این قسمت دربارش درباره این حرف بزنم کیفی است که بیت کوین را در آن می شود نگهدار نگه داشت این توی انگلیسی بهش میگن والت توی فارسی میشه کیف و در این کیف شما بیت کوین را پسنداز می کنید و می توانید به بقیه پخش کنین یا استفاده برای خرچ های مختلف استفاده کرد اشکال این تکنولوژی این هست که خیلی مردم عادت دارن به سازمان هایی که برای آنها بیت کوین را نگه میدارند و برای همین اگر این سازمان ها قیب بشن یا مشکلی دارن بیت کوین شما هم با اون قیب می شود. این چیزی است که اصلا خوب نیست و تکنولوژی بیت کوین هیچ وقت اینطوری طراحی نشده بود و همیشه درستترین کار این هست که شما بانک خود باشین و این قدرت را به کسی ندیم متوجه هستم که باید چیزهای جدید را یاد گرفت ولی هرچی که در دنیا هست و جدید هست باید یاد گرفت و برای این من این قسمت را در فارسی به شما توضیح میدم که بتوانین به دست بیارین و موفق باشین در بیت کوین یه قسمتی است که در انگلیسی بهش میگن پرایوت کی یعنی کلید خصوصی این کلید خصوصی شبیه به سند هست این سند به نتورک بیت کوین نشون میدهد که شما این اکاونت که در آن بیت کوین هست مال شما هست و شما بانک خود هستید این حساب و این کلید خصوصی با هم دیگه وصل هستند و هر جای دنیا شما باشین حتی اگر آن حساب را گم کنید می توانید با این کلید خصوصی آن را از دوباره به دست بیارین و بعد هیچکی هم نمی تواند جلوی شماره ها بگیرد. برای این خیلی مهم هست که این کلید خصوصی همیشه در دست شما باشد و اگر با کسی کار کنید یا از جای بیت کوین را خریدین یا به دست آوردین که، این کلید دست شما نیست بدونید که بدون این کلید بیت کوین که به دست آوردین در کنترل یک نفر دیگه است یا در یک سازمان دیگر هست و برای همین شما بانک خود نیستین و قبل گفتم بیت کوین در طراحیش یک طوری طراح شده که شما بانک خود باشین و برای همین اگر اون کلید ها ندارین نمی توانین بانک خود باشین این یک تیکه یا موضوعی است که خیلیا نمی و میروند بیت کوین را از یه جای می و اونجا یا میذارن بماند یا برای آسونگی دوست دارن اونجا باشد ولی بدانید که اگر این کلید خصوصی دست خودتون نباشد طراحی بیت کوین اینطوری درست نبوده و شما این قدرت را از دست دارین میدین البته این کلید خصوصی خودش چندها موضوع های مختلف هست که باید بدانید و این چیزها را من دوست دارم در کلاس های که در بیتوپیا ما گذاشتیم به شما توضیح بدم که شما بتونین با علم برین رو و خود را موفق نگه داریم این یک نکته بود که دوست داشتم به شما توضیح بدم و خوشحالم که با هم دیگه این را درباره این نکته یا این موضوع حرف زدیم اگر دوست دارین بیشتر در این موضوع یاد بگیرین گروپ تلگراممون را در پایین این ویدیو خواهیم گذاشت که بتوانین با ما دسترسی داشته باشید غیر از این دوست دارم یک اپلیکیشن یا استفاده بیت کوین را نشونتان بدهم اون هم هست که می با بیت کوین طلا بخرین و اگر فکر می قیمت بیت کوین بالا یا پایین می رود می با یک ارگانیزیشنی یا سازمانی که اسمش فولتورو هست آنجا برویم و بیت کوین را با طلا عوض کنید. البته این وبسایت به خاطر مشکلایی که در ایران و وضع شدنش به سیستم های دنیایی هست شاید نتوانین اینجا را برویم ولی اگر فارسی حرف میزنین و جای دیگر دنیا هستین بدانید که میتوانین این کار را انجام بدهید ولی اگر در ایران هستین فکر کنم می توانین بیت کوین را در شخص به طلا عوض کردنش به طلا آسون باشد خیلی ممنون امیدوارم که یه چیزی به دست آوردین در این قسمت و در قسمت های دیگر به شما نشون میدم که بیت کوین را چطوری بخرین خرج کنین و نگه دارین. امیدوارم سلامت باشین و تا بعد خداحافظ